درود به شما براندازهای عزیز. پلیس عربستان نحوه درست برخورد با منبری های یاوگو رو به همه دنیا آموزش داد. امام جماعت عربستانی در حالی که داشت از حاکمان عرب دعوت میکرد تا از غزه حمایت کنند، توسط پلیس عربستان بازداشت و مستقیم روانه زندان شد. تصور کنید اگر افرادی مثل رائفی پور، حسن عباسی، علم الهدا یا از همه بدتر پناهیان توی عربستان بودن، پلیس این کشور با اونها چه برخوردی میکرد؟ یکی از همین منبری ها گفته بود اگر حمله اسرائیل به غزه را دیدی و ناراحت نشدی، به انسان بودنت شک کن. منم به همه ارزشی ها و بسیجی ها و در رأسشون شخص خامنه ای میگم اگر سیما مراد بیگیر رو دیدید و خون گریه نکردید، به انسان بودنتون شک کنید. سلام و درود، من سیما مراد بیگی هستم، 26 سالمه و متولد شهرستان بوکان. 21 مهر ماه در اعتراضات زن زندگی آزادی بودم که مأمور جمهوری اسلامی پشت درهای میله‌ای بیمارستان بوکان بدون هیچ فاصله‌ای به من تیراندازی کرد. اسلحه‌شو از میله‌ها آورد بیرون و روی دستم گذاشت. من تصویری که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه این بود که من چشم در چشمش بودم. فکر می‌کردم که می‌خواد فرار کنم، اما در همون لحظه به من تیراندازی کرد. من به سختی تونستم از اونجا فرار کنم. بعد اون رفتم بیمارستان، خیلی سخت بود برامون. به همین خاطر به خونه یکی از پزشکان شهرمون مراجعه کردیم. نتونستن کاری برام بکنم. بعد به درمونگاه رفتیم. من توی درمونگاه بوکان استخونهای خورشده خودم رو دیدم که از آستینم پایین اومد. بعد توی درمونگاه نتونستن که خون ریزیم رو بند بیارم. به همین خاطر به بیمارستان اصلی بوکان مراجعه کردیم. توی بیمارستان بوکان من دیدی نداشتم و تنها چیزی که میشنیدم این بود که پرستار گریه میکرد، میگفت که هموگلوبین خونش روی 3 هست، باید که خون بگیره، باید بستری بشه، اما نداشتن که برای من هیچ کاری بکنند. و من راهی شدم به سمت ارومیه. که بیمارستان ارومیه هم اگر که واقعا کمک برخی از پزشکان اونجا نبود، واقعا پذیرش نمیکردند، خیلی سخت پذیرش کردند. در این جریان من 300 تا تیر ساچمه خوردم، 3 بار عمل جراحی شدم و مفصل آرنجم به طور کل تخلیه شد. بعد اون که به شهر خودمون برگشتم، بعد 2 روز نیروهای اطلاعاتی به خونه ما رفته بودند. من خونه مادر شوهرم بودم در اون روز. به ما خبر دادن و ما بلافاصله بوکان رو باز ترک کردیم و به سمت ارومیه رفتیم. بعد 5 ماه ما به طور مخفیانه زندگی کردیم و بعدش مجبور شدیم که از ایران بیایم بیرون. چیزی که میتونم بگم که اینی که اونا تنها چیزی که نمیتونن از ما بگیرن امیده. ما با دستهای خالی جمهوری اسلامی را هراسان و سراسیمه کردیم. تنها اسلحه ما امید و مقاومت و مبارزه است. به امید ایرانی امن و آزاد برای هممون، به امید برگشتن به کشورمون. زن زندگی آزادی. ابراهیم رئیسی در اجلاس سران اکو دست به یه اقدام احمقانه دیگه زده. در حالی که اکثر حاضران در جلسه اصلا مسلمون نبودن، رئیسی از اونا درخواست کرد تا برای کشته شده های فلسطینی قرآن بخونن. من به احترام شهدای فلسطین و کودک و زن فلسطینی یک دقیقه سخن نمیگویم و از همه میخواهم به احترام شهدای فلسطینی قرائت فاتحه و دعا رو پیشه کنم. امروز توی بیت خامنه ای میهمانی شیاطین برگزار شده. رقص و پایکوبی و جیغ دخترها، در حالی که پدرخوانده شیطان یکی از نوچه های مداحش رو مأمور کرده بود تا این مهمونی رو براشون گرم کنه، یه حال و هوای متعفن و عجیبی به این میهمانی داده بود. آجان حکمانچه تو فرمایی، ما محکم ایستادیم، میزنیم آنچنان به گرده خست، میزنیم آنچنان به گرده خست که نماند تنی از اون بر جا. روزی آخر نماز میخوانیم در شبستان مسجد الاقصی،
غزه در زیر بمب ها زنده است، غزه با بمب ها نخواهد مرد، ولی آن روز میرسد از راه که تل آویو تخم خواهد خورد. اما یه نفر پیدا شد و یه دفعه این مهمونی رو به هم ریخت. نتانیاهو با سخنرانی امروزش که در اکانت ترور آلارم اونو منتشر کرد، باعث شد تا خامنه ای دوباره به التماس بیفته. نتانیاهو در سخنرانی امروزش گفت بربریت توسط ترور هدایت می شود. محور ترور توسط ایران هدایت می شود که حزب الله، حماس، حوثی و دیگر یاران آنها را شامل می شود. آنها تلاش می کنند که خاورمیانه و دنیا را به عصر تاریکی ببرند. اما اوج سخنرانی نتانیاهو جایی بود که گفت جنگ به رهبری اسرائیل علیه محور شرارت از غزه آغاز و در تهران به پایان میرسد. بلافاصله اکانت ترور آلارم همین جمله را منتشر کرد و نوشت جنگ مقدس از غزه شروع می شود و به تهران خاتمه پیدا می کند. فقط 6 روز مانده. حالا خامنه ای فرمانده های نظامیشو جمع کرده تا شاید بتونن بفهمن منظور نتانیاهو از این 6 روز چی بوده. فقط نتانیاهو نمیخواد تا 6 روز دیگه به ایران حمله نظامی کنه، ولی احتمال انجام چندین عملیات در خاک ایرانو علیه مواضع سپاه و مراکز حساس رژیم وجود داره. حالا جمهوری اسلامی به حالت آماده باش در اومده. باید ببینیم نتانیاهو تا 6 روز آینده چه ضربه‌ای میخواد به جمهوری اسلامی بزنه که انقدر مصمم در موردش صحبت میکنه. بسیجی ها و ارزشی های حکومتی هم که قرار بود برن و به برادران حماسیشون کمک کنن، تصمیم گرفتن فعلا بمونن ایران و به موی سر دختران ایرانی گیر بدن. رژیم همه امکاناتش رو بسیج کرده تا شاید بتونه مانع از فرو ریختن دیوار حجاب بشه، دیواری که هر روز داره سست‌تر و سست‌تر میشه. ببینید برای کنترل حجاب زنان در خودروها از چه امکاناتی استفاده میکنن. امروز 18/9/1402 به خاطر کشف حجاب، این 207 آوردن اینجا توی خونه به خاطر کلی دعوا مرافعه که باشون کردیم، اینجوری بازداشتش گرفته که بره مراحل قانونیش انجام بده توی پارکینگ خونه. حالا این بند خدا باید بره اونجا بین 3-5 میلیون تومن هم جریمش میکنن که بتونه حالا این ماشین علاوه مراحل قانونی آزاد بکنه، فقط به خاطر اینکه مثلا سه تا اسمس اومده براش. حالا مثلا همسر خانم کسی که روسریش افتاده، الان هم جدیدن یه اپلیکیشنی درست کرده توی خیابون عکس این ماشین رو میگیرن میفرستن تو اون سامانه، در جا برای اسمس میاد. برای این بنده خودم تا یه روز سه تا اسمس اومده.